من سلام عرض میکنم خدمت شما آقای بشیرتاش و خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار کلاپاس و پارسی قرار دادید. ما برای نخستین بار هست که در خدمت شما هستیم و امیدوارم که به هر حال این مصاحبه بهانه‌ای بشه برای مصاحبه‌های بعدی و یه شروع خوبی باشه که بیشتر در خدمتتون باشیم. من سریع میرم سراغ اصل مطلب و چون خب خیلی زیاد وقت دارید خیلی یه وقتتون رو نگیریم. قبل اینکه بخوام حالا سوالات اصلی رو در پیوند با منشور مهسا و خب این مصاحبه هم به بهانه مصاحبه‌ای هستش که مسیح علی نژاد هفته گذشته در تلویزیون ایران اینترنشنال کرد و خب هم اتهاماتی رو به شاهزاده رضا پهلوی منتسب کردن و هم به صورت مشخص اسم همسر شما و خود شما رو بردن و به اون بهانه است این مصاحبه. اما قبل اینکه بخوایم حالا به صورت مستاقی در مورد بعضی از مفاهیمی که توی اون مصاحبه ازش یاد شد صحبت بکنیم، میخوام به نوعی برم سراغ اصل مطلب آقای بشیرتاش و شاید هم حالا غیر عادی باشه و اونم اینه که آقای بشیرتاش ناگفته خیلی وجود داره در مورد منشور و اتفاقات پس از اون و حتی پیش از نوشته شدن این سند که خب خیلی هم بحث سرش هست که نیروهای امنیتی حتی به نوعی دست داشتن در نوشتنش. اما میخوام از شما به عنوان کسی که مستقیم یا غیر مستقیم به نوعی هم با بعضی از اعضای منشور پیوند دارید و داشتید و هم بعضی از اسرار رو شاید بدونید، اینکه واقعا چطور شد که این قضایا به این سمت و سو رفت و الان ما شاهد هستیم که این فضای اتهام به وجود اومده و از همه مهمتر آیا تا به حال سعید بشیرتاش اسراری هستش که در پیوند با منشور وجود داشته باشه بدونه و به هر دلیلی تا به حال نگفته باشه و الان فکر میکنه که وقتی گفتنش هست؟ سلام به شما، سلام به همه کسانی که دارن این صحبت این گفتگوی ما رو میشنوند و سپاس از دعوت شما. من فکر میکنم منشور از ابتدا محکوم به شکست بود، برای اینکه اون دیدی که افرادی که این منشور امضا کردن، منشور رو برای تشکیل دادن، گروه منشور تشکیل دادن، نسبت به این گروه کاملا متفاوت از هم بود، خیلی تفاوت داشت. شاهزاده رضا پهلوی از ابتدا بر این باور بود که این جریانات گروه های سیاسی هستن که باید در ائتلاف با یک دیگر بتونن این جریان برحال رهبری سیاسی رو در سطح اپوزیسیون در دستش باشن و افرادی که خود شاهزاده رضا پهلوی از اینها به عنوان اینفلوئنسر نام می‌برد و همینطور برای سلبریتی‌هایی بودن، اینها وظیفه خودشون حمایت از اون مطالبات مردم ایران و حمایت از جنبش مردمی ایران بود و برای همین هم بود که افراد بسیار محبوبی مثل علی کریمی هم به هر حال در ابتدا در این به هر حال امضاهایی که میکردن یا پیامهای تبریکی که میفرستادن حضور داشت و شاهزاده رضا پهلوی وضعیت رو اینگونه میدید، نه اینکه یک سری افرادی که بیشتر به هر حال اکثرشون اینفلوئنسر بودن در شبکه اجتماعی اینها بخوان بیان بگن ما دور هم جمع شدیم و میخواییم رهبری انقلاب ملی ایران رو در دست بگیریم، ولی افراد دیگه بودن که متاسفانه بگونه دیگه نگاه میکردن و فکر میکردن که خب الان اینها دور هم جمع شدند و باید رهبری انقلاب رو در دست بگیرند و من فکر میکنم که آقای اسماعیلیون اصولا بر این باور بود که یک گروه، یک سازمانی تشکیل شده که باید سازماندهی انجام بده و حتی هر کسی که بخواد هر سفری بره از این اعضای شورا باید حتما با اجازه کمیسیون مربوطه باشه و بعد از اینکه او تصویب کرد بیاد توی سطح شورا مطرح بشه و حتی مثلا شاهزاده رضا پهلوی سفر به اسرائیل داره، قبلش باید حتما به تصویب برحال این خود منشگروه برسه. خب کامل متفاوت بود اون چیزی که شاهزاده رضا پهلوی فکر میکرد و اصولا شاهزاده رضا پهلوی میگفتش که
اگر هم بخواد این شورا نقش خاصی داشته باشه، باید تمامی جریانات سیاسی کشور که پایگاه دارند در میان مردم و به یک سری اصول مشخص مثل دموکراسی و یک پارچگی ملی ایران باور دارند، اینها بتونن نمایندگانی در این جریان داشته باشند. ولی خب همجور که گفتم کامل متفاوت بود این دیدگاه ها و در نتیجه به درازا نکشید. ضمن اینکه این اینفلوئنسر ها در کنارشون یک به هر حال شخصی مثل آقای عبدالله معتدی هم قرار گرفت که اصلا اینفلوئنسر بود و نبود و کامل در حال یک جریان سیاسی که به هر حال یک پیشینه خاصی هم داره و یک ملت ایران رو هم به رسمیت نمیشناسه داخلش شد. من یک اشکالی رو که در این گروه میبینم این بود که اصلا فکر میکنم شاهزاده رضا پهلوی به خاطر اون جایگاه تاریخی که داره نمیبایستی میمد به عنوان نماینده یک جریان سیاسی با دیگران بخواد بیاد بشینه، چون که یک شاهزاده رضا پهلوی خودش رو اصلا رئیس جناح سیاسی خاصی نمیدونه یا گروه سیاسی خاصی یا طیف سیاسی خاصی، بلکه به شکلی وظیفه خودش رو کمک به مردم ایران برای گذار از جمهوری اسلامی و رسیدن به یک دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر میدونه. و برای همین من از ابتدا این منشور رو واقعا محکوم به شکست میدونستم و طول عمر زیادی هم نداشت، علاوه بر اینکه اشکالات بسیار زیادی هم داشتن، اشتباهات بسیار فاحشی انجام دادن، چه در نوشتن منشور، چه در ارتباط با جریانات سیاسی دیگه، چه در ارتباط های درونی خودشون، و برای همین شکست خورد. خب افرادی که پیشینه سیاسی زیادی ندارن خب طبیعتاً گمون کنم زیاد نمیتونن در این زمینه موفق باشن. در زمینه اسرار واقعیت این است که یکی از اشکالات بزرگ باز هم این گروه منشور این بود که شاهزاده رضا پهلوی اومدن و یه توضیح دادن که خب یک سری افرادی رو معرفی کردن در یک توییتی که به این گروه منشور بپیونده و گروه منشور همه رو رد کرد. بعد از اون آقای اسماعیلی اومد در تلویزیون ایران اینترنشنال و گفتش که شاهزاده گفتگوهای درون این گروهی رو اومده بیرون داده و نمیویستی گفتگوهایی که در درون گروه شده بود رو به آگاهی مردم ایران برسونه و این کار بسیار خلافی بود که ایشون کرد و یکی از علل شکست گروه مشهور بود. یعنی اینها خیلی مخالف شفافیت بودن، در حالی که من فکر میکنم مردم ایران حقشونه که از همه مسائل در جریان همه مسائل قرار میگرفتن. ولی خب اینها اگر شاهزاده با یه توییت هم که زد که یه سری مسئله رو در حال روشن کرد که در این گروه اتفاق افتاده، اینها به عنوان منظورتون از اینها سعید جان آیه اسماعیلیون و خانم علی نژاد هستن یا افراد دیگه ای هستن که توی این منشور بودن؟ ببینید خود آقای اسماعیلیون در تلویزیون ایران اینترنشنال آمد و گفتش که شاهزاده رضا پهلوی با این توییت اومده موضوعات درون گروهی رو اومده در ملأ عام فاش کرده، در حالی که واقعیت این است که من فکر میکنم باید همه چیز شفاف بود از ابتدا، در حالی که نه شفافیتی درش واقعا علاقه به شفافیت نداشتن. حتی در مورد منشور ببینید ما در جبهه هفت آبان یک منشوری رو نوشتیم که اصلا اون منشور رو مقایسه کنید، یک بیانیه بنیادی نوشتیم که این بیانیه بنیادی رو مقایسه کنید با اون منشور جبهه با گروه همبستگی، تفاوت‌ها واقعا فاحشه. یک ما در بیانیه بنیادین جبهه هفت آبان اگر هر کسی بخونه می‌بینه یک متن
منسجم، یک متن برحال دقیق و در این حال مشخص بر روی چندین اصل هست که توضیح میده چگونه باید همبستگی ملی شکل بگیره، میان این نیروهای سیاسی اتحادی برقرار بشه برای گزارش جمهوری اسلامی. در عرض دو روز ما این بیانیه بنیادین رو که داشتیم برمین مشتیم، تلویزیون ها در اونجا بودن مستقیم پخش میکردن و تمام صحبت ها به صورت مستقیم از طریق اینترنت پخش میشد و خیلی ساده بعد از دو روز هم یک متن بسیار خوبی منتشر شد که واقعا من ندیدم کسی اصلا بهش بتونه انتقاد جدی کرده باشه. ولی این منشور رو متاسفانه حتی به اعضای گروه میگفتن که هیچ کس نباید نشون بدید، هیچ کس نباید ببینه تا زمانی که منتشر بشه. همه اینها نشون میده که شفافیتی به هیچ وجه در کار نبوده و واقعیت این است که ما از خانم نژاد هم به هیچ وجه شفافیتی در این زمینه ها ندیدیم. اما اینکه الان صحبت میکنن که باید بیان و همه صحبت بکنن به شکلی شاید برای اینه که یا میخوان یک مرده‌ای رو دوباره زنده کنن یا اینکه با کشاندن بحث در مورد منشور، این که شاهزاده رضا پهلوی بیاد صحبت کنه راجبش، به شکلی در پی قرار این باشن که قد شاهزاده رضا پهلوی رو هم در سطح خودشون بیارن پایین، یا اینکه بخوان به هر حال تنش‌های جدیدی در اپوزیسیون ایجاد بکنن. واقعیت این است که من به باور من ما باید از اشتباهات فاحشی که در این گروه منشور شد همگی درس بگیریم و در هر صورت نیاز به یک همبستگی ملی هست. اینکه های سیاسی به هر حال باید بر سر یک سری اصول بنیادینی متحد بشن برای عبور از جمهوری اسلامی. ما این کار رو باید انجام بدیم با توجه به این درس هایی که از این شکست گروه منشور گرفتیم. بله جناب اشیرتاش، یه خورده فهم میکنم بریم به مصاحبه مسیح علی نژاد بپردازیم و بریم اون قسمت هایی که به خود شما ارتباط داشت رو با هم دیگه یه مرور دوباره‌ای بکنیم. توی قسمتی از مصاحبهش خانم علی نژاد هم نام همسر شما خانم دریا صفایی رو بردن و همینطور نام شما رو. تو قسمت اولش که شما در گفتگویی که با تلویزیون ایران اینترنشنال هم داشتید بهش اشاره کردید، دوست دارم در مورد این بیشتر صحبت بکنید یا بیشتر این موضوع رو باز بکنید. اینکه شما گفتید که خانم علی نژاد حالا دوستان میدونن ادعا کرده بود که همسر شما رو معرفی کرده بودن و قرار شده بود خانم علی نژاد به همسر شما تماس بگیره و البته بیان هم شده بود که چون عضو پارلمان بلژیک هستن ممکنه که مشکلی ایجاد بشه با واسطه قسمی که در پارلمان بلژیک خوردن. سوال اول اینه که این قسم آیا واقعا یه بهانه‌ای بوده یا نه واقعا ممانعت میتونسته ایجاد بکنه این که احیانا خانم دریا صفایی عضو اعضای نویسندگان منشور یا شورای همبستگی بشن. و سوال دوم و مهمتر این که شما در گفتگوتون خب هم تکذیب کردید موضوع رو، گفتید بله این قضیه صحت داشت ولی خانم علی نژاد هیچ تماسی نه با شما نه با همسرتون نگرفتن و به صراحت هم گفتید که ایشون از سال گذشته مخصوصا بارها با همسر شما تماس گرفته بودن که تدارک یه سخنرانی در پارلمان اروپا یا پارلمان بلژیک رو براشون بکنه، بارها با ایشون زنگ زده بودن اما وقتی به این موضوع رسید کلن فراموش کردن و هیچ تماسی با خانم دریا صفایی نگرفتن. هم در مورد قسم این قضیه بهانه، حالا بعضی ها تعبیر به بهانه میکنن، هم در مورد این قسمی که گفتن در پارلمان بلژیک خورده و ممکنه که نتونه به شورای همبستگی خانم دریا صفایی بیاد، هم دوست دارم در مورد این صحبت بکنید و هم این که یه رزومه‌ای یه روایتی از این قضایای تماس گرفتن خانم علی نژاد برای تدارک سخنرانی‌های ایشون در پارلمان بلژیک یا پارلمان اروپا هم بدید. ممنون میشم. بینندگان خیال کردن که موافقت شده با حضور دریا ولی خب روز جمعه گفتش که مخالفت شد و قرار بود ایشون زنگ بزنه به
دریا که البته هرگز نزد. چندین هفته بعد از این صحبت ها بود که منشور حتی میشه گفت بیشتر از چندین هفته شکست خورد و به هر حال شاهزاده هم ازش اومدن بیرون، اما اونی که قرار بود دریا زنگ بزنه هرگز زنگ نزد، در حالی که زمانی که قرار نبود زنگ بزنه، یعنی ماها قبل از اون، یه سال پیش، دو سال پیش یا سه سال پیش مرتب به دریا زنگ زد برای اینکه بگه یک سخنرانی برای من در پارلمان بلژیک درست کن، یک سخنرانی برای من در پارلمان اروپا درست کن، ولی بعد از اینکه قرار شد به دریا زنگ بزنه هنوز که هنوزه زنگی نزد. واقعیت این است که مسئله شخصی نیست برای خود شخص من و دلیل چه زیادم علاقه ندارم وارد این مسئله شخصی بشم. اشکال کار در این بود که این گروه من نام شما رو بردن، من بخاطر این شبهه رفت بشه دارم عرض میکنم. درسته، واقعیت هست که منم صحبتی در این مورد کردم. نگاه کنید، خب شاهزاده رضا پهلوی نام دریا صفایی رو پیشنهاد کرده بود و همینطور نام من رو، در صورتی که برای صورت اگر حالا با دریا موافقت نشد، اونجوری که خانم مسیح علی نژاد داره میگه، یعنی این پیشنهاد خانم مسیح علی نژاد نیست، ولی خب هیچ کدوم از این پیشنهادها مورد قبول قرار نگرفت و حتی اینکه ایشون میگن اون سه نفر اول از نمایندگان سه گروه مختلف دعوت شده بودن و پذیرفته شده بودن، اونها هم به عنوان عضو حق دارای حق رأی پذیرفته نشده بودن. من فکر میکنم یک اشتباهی که این اعضای منشور میکردن این بود که اصلا به نظرشون هیچ کس نباید اضافه میشد. اینجوری برداشت من با توجه به اینکه آقای اسماعیلون هم گفته بود که اصلا مکانیزمی برای اضافه شدن اعضا در نظر گرفته نشده بود و اینا احساس میکردن که خب یک داستانی هست که خودشون هستن، دلیل نداره افراد دیگه بیان. من پیش از اون شنیده بودم از همین برخی از این افراد که گفته بودن ما شاهزاده رو میاریم و ولی پادشاهی خواهان و تصمیم طرفدار مشروطه هستند رو اینجوری نمیاریم. موقعی که ایشون رو آوردیم دیگه نیازی به حضور بقیه نیست، یعنی شاهزاده رو به شکلی به عنوان نماینده پادشاهی خواهان میخواستن بیارن و خودشون رو هم به هر حال نمایندگان جریانات مختلف. خب موافقت نشد با عضویت هیچ کدوم از افرادی که شاهزاده پیشنهاد کرده بود، از جمله با عضویت دریا صفایی یا با من. و این ماجرا حالا برای تو دقیق بهتون بگم، خب چندی بار صحبت شده بود ولی به صورت جدی جدی بعدش دو روز بعد از سیرگان شاهزاده این رو بار دیگر در همون کانادا تا اونجایی که اطلاع دارم مطرح کرد، باز هم به صورت جدی و با به شکلی یک نوع هشدار که اگر قرار نباشه که این شورای همبستگی گسترش پیدا بکنه، ایشون نمیتونن ادامه بدن همکاریشون رو با این شورای همبستگی، ولی در اونجا هم در هر صورت مورد موافقت قرار نگرفت. آقای مهتدی در جایی گفته بودند که دو شبکه اجتماعی منتشر شد، علت مخالفت اعضای شورا با کاندیداهای پیشنهادی شاهزاده رضا پهلوی این بوده که این افراد افراطی بودند. حالا من نمیدونم چرا همچین سعید بشیرتاش یا دریا صفایی رو افراطی میدونستن، یا افراد دیگه که همونجوری که گفتم آقای گنجبخش. خب اینم واسه من خیلی عجیبه. چرا؟ چون که خود، حالا من نمیخوام واقعا وارد پولمیک بشم، ولی خود آقای عبدالله مهتدی به عنوان کسی که حاضر نیست پای سندی که تمامیت ارضی درش نوشته شده باشه امضا کنه و رسما اصلا ملت ایران رو به رسمیت نمیشناسه. بله، همین چند روز پیش گفتن ملت ایران اساسا معنایی نداره، پروژه ملت ایران شکست خورده. بله گفتن پروژه یعنی چی؟ یعنی اصلا چیزی به نام ملت ایران وجود نداشته، یک نفر آمده چیزی به نام ملت ایران درست کنه و اون هم شکست خورده و بعد در یک سرزمینی داریم بی هویت، یک جغرافی سیاسی به نام ایران که در اون ملت های مختلف زندگی میکنن. یه همچین باوری رو ایشون داره. خب موقع که یه همچین صحبت رو میکنه، ببینید ما برای
آزادی ملت ایران و سعادت ملت ایرانه داریم مبارزه میکنیم. خب میبینیم ادهی هم برای انحلال ملت ایران دارن مبارزه میکنن. خب تا زمانی که هدف اصلی اونها در مبارزه انحلال ملت ایران باشه و هدف اصلی ما در مبارزه نجات ملت ایران و سعادت ملت ایران باشه، خب همکاری تقریبا غیر ممکنه همچین در یک همچین شرایطی. و برای همین هم هست که من میگم که واقعا این گروه منشور به هیچ وجه نمیتونست موفق بشه. و اونجوری هم که خود برحال افرادی که در اونجا بودن این صحبت هایی که کردن نشون ده که اصلا به هیچ وجه علاقه ای نداشتن که این گروه به بخش های یعنی جامعه ایران رو نمایندگی بکنه، بلکه به شکلی اینها میخواستن یک انقلاب ملی رو مصادره بکنن. ولی را زمان به زمانی را زرشاو و دهت و که ایران ولاتی چی یک نتو و دولتی یک نتو و ایران دولتی یک نتو آنیا نیشن ستیت یک بو منعی که لفرهنجی سیاسی غربی اکان ده یک بو منعی نیه و پروژه ایران براستیش کستیه نو پروژه یک دولت یک ملت نیشن ستیت یکی که اتنی که که فارس بی و مذهب کشی شیعه بی نما هو نتوانه بمینه ایرانی ده هاتو یا نامینه یا آوان نامینه. و ایمه بطایبتی من شخصی من یه چگلیو کسانه بون که امن بسراحت ندبه کردی منه و خورمان لکر و کنه یا دوری کردی بسراحت لمیدیا سراسر یکانی ایران وکو بی بی سی وکو دویچه بله وکو ایران انترنشنال که رویان که بوا کرد او سردمه و نجیه چگلیو کسانه بون که و تویجیان لگل دکرد لوی بسراحه دوان باز کردوها که او پروژه دولت نتوی که رزا شاهی نای با کتایی خوی گیشتوها ایران سر لنوی ده تعریفه چی جدید بکرتو. اگر ایران ده بمینه توا ده تعریفه چی جدید لخوی اینها همون بحثایی که من میگم. شما نمیتونی شخصی که هزار هزار خورده ای مزدور تفنگ به دست در کوههای اقلیم کردستان عراق داره رو به عنوان بخشی از راه حل مسئله ایران شخص مقتدی رو میگه بیارید تو تلویزیون ها چی تهمت مسلط خانم گرامی اسم شما چی رو خواهش میکنی؟ اینکه ایشون گروه مسلط داره تهمت است دقیقاً کدوم بخش تهمت سیاسی دقیقاً کدوم بخش تهمت آخه نمیشه که ببینید یا اجازه بدید من سخنمو بگم و اگر نکته‌ای داریم دقیقاً کدوم بخش کدوم بخش معلومه که میتونم اینجا آمریکاست ما اینجا آزادی بیان داریم نه کدوم بخش تهمت سیاسی کدوم دقیقاً کدوم جمله من تهمت سیاسی بس نپنیم بس در طرف من اجازه بدید صحبت هم بود کنم هر بار تو من بود کنم منم مجبورم که بگم که ساکت باشیم من ادامه بدم بحثم رو بفاید نه شما باید اجازه بدید من حرف همو بزنم. اگر میخوایم بدونیم لیست وزارت خارجه آمریکا بریم ببینیم کدوم گروه ها تو لیست تروریست که بمانند نجات پس اینجا خط نشان نکشید دولت آمریکا میدونه که تروریستی نیست. این از این دوته ما باید مختصات خودمون رو با این گروه ها، با این افراد، با این گفتمان ها به روشنی بگیم. یا مردم میپذیره میگه آقا شما درست میگیم یا نمیپذیره میگه شما اشتباه میگیم. اما باید مختصات خودمون رو، نسبت خودمون رو با بحثای بمانند تمامیت ارضی، بمانند حق حاکمیت ملی و ملت ایران، بمانند اینکه ایران یک ملت و یک کشور داره، اینها رو باید روشن و صریح اعلام بکنیم. این شفافیت قطعاً باعث خواهد شد که ما بتونیم به هم نزدیک بشیم یا نمیتونیم صحبت کنیم قطع میشه یا هم که میتونیم یه موضوع رو ادامه بدیم و ادامه خواهیم داد. اما بحث مهم و اساسی شفافیت 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 شما هر سوالی بپرسید من شفاف جواب خواهم داد به شما و این انتظار رو هم از تک تک عزیزان دارم. نسبتت با 57 چی قبولش داری ردش میکنی؟ نسبتت با تمامیت ارضی چیه؟ نسبتت با داشتن گروه مسلح در کوههای اقلیم کردستان عراق چیه؟ نسبتت با برادر کشی چیه؟ اینها فکت تاریخی داستان از سال 63 تا سال 67 کموله و دموکرات 4 سال تمام همدیگر رو دلیرن و کشتن. در اساسنامه حزب دموکرات ایران ورژن 2018 نوشته شده تجزیه طلبی گناه نیست حق است. شما باید نسبتت رو با این سخن روشن کنید. خانم علی نژاد، آقای آخوندی، آقای اسماعیلی و هر کس دیگه که در قامت
اپوزیسیون میخواد وارد بشه و ادعای رهبری هم میخواد داشته باشه. همه میدونن تو به هر حال بعضی رسانه‌ها، بعضی به هر حال سازمان‌های به هر حال اندیشکده‌های خارجی پشت برحال چنین پروژه‌ای بودند، رهبرسازی میخواستن بکنن، به شکلی میخواستن انقلاب ملی ایران رو مصادره بکنن. مشخصاً هانری لوی منظورتونه؟ نه خیر، خیلی بیشتر از اینا، حتی به دست از اندیشکده ها در کشورهای غربی بودن، خیلی علاقمند بودن به این مسئله. خب آقای هانری لوی هم به هر حال یکی از این افراد بود. ولی یک مسئله رو نباید فراموش کرد، اگر آمریکا با چند صد هزار نیروی نظامی و اشغال کامل عراق و نابودی رژیم صدام حسین و انحلال ارتشش تونست احمد چلبی رو حاکم بر عراق بکنه، طبیعتا اینها میتونن افرادی رو که مایل هستند به ملت ایران تحمیل بکنن. نه، همچین چیزی امکان پذیر نیست و همین گروه منشور چنین مسئله ای رو نشون داد. من فکر میکنم رهبری یک انقلاب ملی نه از رسانه ها یا اندیشکده های خارجی ساخت، بلکه از درون جامعه ایران، از بطن جامعه ایران در میاد و خود جامعه ایران با شعارهایی که میده رهبری خودش، انقلاب خودش رو برحال به جهانیان معرفی میکنه. بله جناب بشیرتاش، حالا خیلی بحث هست و خب قاعدتا، البته من یه پیش زمینه بگم قبل اینکه سوال رو مطرح بکنم، من درک میکنم شما به واسطه خب اینکه فقط یه شخصیت حقیقی نیستید، شخصیت حقوقی هم هستید، در جبهه هفت آبان به هر حال هم از مؤسسینش هستید و هم از مسئولین ارشدش، در نام بردن از بعضی از افراد من احساس میکنم یه سری معذوریت ها هم دارید و این رو من درک میکنم از این جهت و اصراری هم نمی کنم حالا حتما اسم ببرید و اینها، ولی امیدوارم تا اینجا که شفاف بودید از این به بعدم همینطور شفاف ادامه بدید. اما سوال اینه که خب تا به اینجا خیلی ها، اون کسایی که مخالفان رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی هستند و حالا اون کسایی که موافقانش هستند، هم در جبهه پادشاهی خواهان هم در جبهه جمهوری خواهانی مثل شما که ایشون رو آلترناتیو دوران گذار به نوعی میدانند، هر کسی تحلیلی دارد و هر کدوم از اونها دلایل شکست منشور رو و این شورای همبستگی رو به نوعی بیان کردن. خب اون مخالفان شاهزاده رضا پهلوی ایشون رو مسبب اصلی به هم خوردن این داستان میدونن و تعبیر میکنن که ایشون خودش رو در قامت شاهی میدانست که هیچ نقدی بهش وارد نیست و تنها بله قربانگو میخواست در این شورا. از اون طرف هم خب خیلی ها بیان میکنن که افرادی مثل مسیح علی‌نژاد یا حامد اسماعیلیون یا دیگرانی که در اون شورا بودن به نوعی فقط از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان ویترین خواستن استفاده بکنن، برای اینکه ایشونو خب به هر حال میدونستن که محبوبیت داره و برای مشروعیت شوراشون به ایشون احتیاج داشتن و نه بیشتر، و خب شاهزاده رضا پهلوی این رو فهمید و از اونجا در آمد و به این واسطه خب یه سری کارهایی هم کردن و شورای نگهبان سازی هم در اونجا به وجود آوردن. سعید بشیرتاش اگه بخواد یک یا چند دلیل اصلی، حالا یه دلیل اصلی روشن در مورد دلایل به هم خوردن این داستان، حالا تا اینجا یه خورده داستان رو میخوام فقط مشخصا دلیل رو پیدا بکنم، بیان بکنه، اون دلیل چه هست؟ از این جهت میپرسن که شاید بیان این دلایل شکست پروژه همبستگی باعث بشه که تو قدم‌های بعدی اپوزیسیون این اشتباهات رو تکرار نکنه. بله، این اتفاقا مسئله اصلی اینه، چون ما دنبال این نیستیم که بخوایم بریم به هم بزنیم یک داستانی که تموم شده، شکست خورده، و نه، هدف کسب تجربه است برای اینکه بتونیم اون همبستگی که مردم ایران انتظار دارند در میان نیروهای سیاسی
که معتقد به یک ایران آزاد هستند رو ایجاد بکنیم برای گذر از جمهوری اسلامی. اما پیش از اینکه به این پرسش شما پاسخ بدم، در مورد اینکه به من گفتی جمهوری خواه، واقعیت است که من هرگز در هیچ جایی نگفتم پادشاهی خواه، هم نگفتم جمهوری خواه، برای اینکه اصلا مسئله اصلی ایران رو این نمیدونم، حتی به نظرم دوگانه کاذبه. ما در سال 57 اگر شکست خوردیم، ملت ایران شکست خورد، یکی از بزرگترین دلایلش همین دوگانه کاذب به حال جمهوری پادشاهی بود. اگر ما به جای جمهوری پادشاهی هدفمون دموکراسی بود و هدفمون سعادت ملی ایران بود، بدون تردید نمی رفتیم پشت خمینی. موقعی که میگم نمی رفتیم، منظور مردم ایران هم بگن. خود من که اصلا از ابتدا این فرد مخالف بودم، ولی تو اون زمانم سنی هم نداشتم، 12 یا 13 سال داشتم. اما در اون زمان این که خیال کنیم پادشاهی سقوط کرد جمهوری بیاد که گام به جلوس، به هیچ وجه این گونه نیست. این محتوای حکومتی که اهمیت داره و برای همین هم شما در طول این چند دهه فعالیتی که من کردم هرگز جایی رو پیدا نمی کنید که من از نوع نظام خاصی، چه پادشاهی یا چه جمهوری، دفاع کرده باشم، چون محتواست که اهمیت داره. و اون محتوا این است که این نظام بتونه ضامن یک پارچگی ملی ایران باشه و بتونه یک دموکراسی مبتنی بر حقوق شهروندی رو در حال برقرار بکنه. حالا چه در فرم پادشاهی مشروطه‌اش که از انقلاب مشروطه برحال ما یکی نظامی رو داشتیم تا سال 57، یا چه در یک نوع جمهوری که بتونه همونجوری گفتم اون محتوا رو داشته باشه. در هر صورت من چیزی که باور دارم به این گفتمانی است که در انقلاب مشروطه ما شاهدش بودیم و طبیعتاً در طی این 115-16 سال بسیار به نظر من عمیق‌تر شده و با تجربه سنگینی که از این حکومت دینی داشتیم، طبیعتاً من فکر میکنم میتونیم یک اون مطالبات ملت ایران در انقلاب مشروطه رو با آگاهی بیشتری و با ژرفای بیشتری پس از جمهوری اسلامی محقق بسازیم. اما شکست گروه منشور چندین دلیل میتونه داشته باشه. یکیش این است که واقعا باید سیاست ورز باشن، افرادی که میخوان کار سیاسی رو انجام بدن. با واقعا برخی از این کارشناسان غربی که بر روی مسئله ایران کار کنن، خیلی برحال کار کردن، صحبت میکنیم، اونا خودشون میگن بزرگترین علت شکست اون گروه منشور، بعضیشون میگن که این بود که این افراد اصلا سیاسی نبودن. یکی از علتهای دیگرش این انحصار طلبی بود. واقعیت این است که باید تمام نیروهایی که معتقد به چند اصل هستند بدون هیچ گونه انحصار طلبی کنار هم قرار بگیرن. این چند اصل چیست؟ یک، این که جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه، یعنی دوران اصلاح طلبی تمام شده. کسی که فکر میکنه از طریق برحال تحول در درون جمهوری اسلامی یا قبل از اون اصلاحات بتونه برحال به مطالبات بر حق ملت ایران برسه، به آزادی ایران برسه، و همچین چیزی امکان پذیر نیست. مردم حداقل اکثریت بزرگ مردمان حداقل سال 96 همچین چیزی رو علنا و مشخصا نشون دادن. همین انتخابات اخیری هم که دیروز هم که برگزار شد خودش نشون داد که مردم ایران از جمهوری اسلامی گذر کردن. این شرط اولشه، یعنی گذر از سرنگونی جمهوری اسلامی. دومیش برقراری یک نظام، یک دموکراسی مبتنی بر حقوق شهروندیه که طبیعتاً سکولار، ضامن جدایی دین از دولت هم باشه طبیعتاً. و سومیش این است که نوع نظام رو مردم باید تعیین کنن. نمیشه از الان
این پادشاهی خواها نمیدونم چیان ایران پادشاهی بشه دیکتاتوری میشه و در نتیجه ما حاضر نیستیم در رفراندوم صحبت است یا در مجلس مؤسسان صحبت است پادشاهی میشه، اینا حق انتخاب ندارن، یا برعکس بگن که مردم ایران حق ندارن برای خودشون نظام جمهوری رو انتخاب کنن، اینو مردم ایران اصلا دیگه تعیین کنن. و از همه اینا و این سه اصل رو من گفتم، ولی همه اینها در چارچ و هدف همین ها برای ایرانه و برای ملت ایرانه، یعنی باید به یگانگی ملت ایران و تمامیت ارضی ایران باور داشته باشن. من فکر میکنم تمام نیروهایی که این اصول رو باور دارن، من اتفاقا اصولی هست که خود شاهزاده هم چند بار بیان کرده و در خود اسناد بنیادین جبهه هفته آبان هم بیان شده، در جایی که صحبت از همکاری با همه نیروهای سیاسی میشه، بدون هیچ حساب طلبی هر کسی هر گروهی با حالا حتی اگر پیشینه هر پیشینی هم داشته باشه، اینها در کنار هم باید قرار بگیرند یک ائتلاف، یک ائتلاف گسترده سیاسی ملی رو علی رغم اختلاف نظری که در بعضی مسائل میتونن داشته باشند تشکیل بدن. و من فکر میکنم نقش شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک فردی که سرا جناحیه در اینجا بسیار بسیار مهمه و بدون برحال کمک ایشون و پشتیبانی ایشون از چنین ائتلافی، کار اون ائتلاف بسیار دشوار خواهد بود. در چنین شرایطی من گمان کنم میتونیم یک اون چیزی که از مردم ایران در درون ایران میخوان، یعنی همبستگی نیروهای اپوزیسیونی که به ایران باور دارن و به دموکراسی رو شاهد باشیم. بله، دو تا سوال دیگه بیشتر باقی نمونده و دیگه بیش از این وقتتون نخواهیم گرفت. و اما سوال بعدی به شاهزاده رضا پهلوی برگردیم. جناب بشیرتاش، خب شما فرمودید که چه اتفاقاتی افتاد که یا چه انتظاراتی بهتر بگم از شاهزاده رضا پهلوی اعضای منشور داشتن که ایشون باشون مخالف بود و موافقت نکرد و در نهایت منجر به نوعی جداییشون و این داستان شد. اما خب خیلی ها، من سعی میکنم توی این مصاحبه از منظر اون کسانی که انتقاد میکنن به شاهزاده رضا پهلوی صحبت بکنم و میخوام به نوعی نشون بدم واقعا دلیل هم وجود داره، این گونه نبوده که شاهزاده یه شبه بخوابه بلند شه و از اون گروه خب خارج بشه یا به هر حال تصمیمی بگیره که پشتش فکر نباشه. خیلی ها بیان میکنن که شاهزاده رضا پهلوی به هر حال وقتی وارد این گروه شد و بعضی از برخوردها رو دید، بعضی از روایتها رو دید، بعضی از آدمایی دید اونجا که چه می کردن و واقعا به دنبال اون هدفی نبودن که سعی می کردن به مردم جور دیگری به هر حال نشان بدن و خب خارج شد. چرا اون زمانی که خارج شد شاهزاده رضا پهلوی صحبتی نکرد و دلایل خودش رو نیومد به مردم بیان بکنه و نذاره بمونه؟ خب در این یک ساله دیدیم که چقدر به ایشون انتقاد کردن، چقدر لجن پراکنی کردن، فارغ از انتقاد که خب بد نیست و خب چقدر حالا حرفای دروغ هم به ایشون و خانوادهشون واقعا منتسب کردن که ناجوانمردانه بود. اگر اون موقع صحبت میکرد آیا جلوی این داستان گرفته نمیشد که الان به هر حال خانم علی نژاد مصاحبه‌ای بکنه و به هر حال مجددا انتقاداتی رو منتسب بکنه به آقای پهلوی و ایشون خب اگه الان هم بخواد جواب بدن میگن که اومده و جواب مسیح علی نژاد رو داده، در حالی که اگر اون موقع به هر حال می آمدن و حرفی می زدن به نوعی پاسخ به ملت ایران داده بودن یا اون کسانی که از ایشون خواسته بودن که به این اعضای شورای همبستگی بپیونده. شما آیا این انتقاد رو وارد میدونید و اگر آره یا خیر چرا و دلیلتون چیه؟ ببینید اول از اینکه گمان کنم که ایشون قشنگ توضیح دادن در این زمینه روشن، در ابتدا یک توییت زدن که برای دادن، یک توییت دیگه بعد از مدتی زدن که گفتن با هیچ کس نه، غیر از اون توییت ها بیاد به صورت مشخص بگه فلانی و فلانی فلان کار رو کردن و باعث شد که این قضیه اینطور بشه. بعضی همچین احساسی دارن. ببینید من
فکر میکنم اگر شاهزاده وارد این مسائل بخواد بشه دیگه فقط خب بقیه شروع میکنن برحال ببینید وارد یک بازی میشه که اتفاقا خیلی هم برحال به سود نه مردم ایرانه نه برشاید وضعیت اپوزیسیون بخوان وارد این بشن که این خانم اینو گفت اول اون آقا اینو گفت فلان چیز شد و من ای که به صورت شفاف از درون این گروه به مردم توضیح داده شده و علت رو هم شاهزاده به صورت روشنی بیان کردن همون توییت ها بود که بعدش آقای اسماعیلیون خیلی هم ناراحت شد و گفتش که چرا این مسائل درون گروهی رو اومدش آقای پهلوی در سطح افکار عمومی مطرح کرده. ایشون خیلی روشن گفتن که در پی بر این که این اعضای شورا با تمام افرادی که ایشون پیشنهاد کردن مخالفت کردن خب ایشون در نتیجه با این گروه همکاری خواهند یعنی پشتیبانی خواهند کرد از این گروه و همکاری خواهند کرد همجوری که بعد از تمام گروه برحال تشکلها و جریاناتی که بخواند در پی آزادی ایران باشن. این قشنگ دلیل رو مشخصا بیان کردن. واقعیت این است که در خود اصلا قبل از این کسی این گروه این سند مشهور منتشر بشه خود شهزاده رضا پهلوی گروه باید گفت نمایندگی از جریانات مختلف رو داشته باشه اما افرادی از این گروه در پی این بودن که اصلا جریان ملیگرایی در ایران جریان ملیگرایی ایران جریان ایران دوست به هیچ وجه هیچ نمایندهی در این گروه مشهور نداشته باشه و خب طبیعتا این نمیتونست مورد تایید شاهزاده رضا پهلوی قرار بگیره. در این زمینه من فکر نمیکنم که شاهزاده رضا پهلوی اشتباهی کرده باشه و اتفاقا الان هم به نظر من دلیل نداره که بخوان بیان وارد این مسائل بشن. اما یک مسئله که در مورد حملاتی که بهشون کردی بخوام بهتون میگم من دیدم که صبح میان برخی از کسانی که به شاهزاده رضا پهلوی حمله میکنن خب مثلا کارتون میکشن خب میگن ما میخوایم قداست شاهزاده رضا پهلوی رو این که اصلا کسی نباید قداست داشته باشه و در نتیجه ما کارتون ایشونو میکشیم اگه حمله میکنیم برای اینکه به هر حال دلیل ایشون تبدیل به بت شده از این داستان. خب اینا یک مسئله رو متوجه یا این که میگن ما ضد قدرت هستیم بر قدرت هستیم باید قدرت رو به هر حال به صورت جدی بیاییم نفت بکنیم و انتقاد بکنیم. خب اینا چند تا مسئله رو در نظر نمیگیرند 45 ساله که رسانه های مختلف افراد مختلف جریان های مختلف همه گونه دروغ در مورد برحال پدر شاهزاده رضا پهلوی مادر شاهزاده رضا پهلوی پدر بزرگ شاهزاده رضا پهلوی و خود شاهزاده رضا پهلوی گفتن. خب هیچ مسئله نیست آدم میتونه مخالف باشه هیچ مسئله مخالف در کل پادشاهی باشه مخالف شاهزاده رضا پهلوی باشه مخالف پهلوی باشه مسئله خاصی نیست اما اینکه هر دروغی رو هر تهمتی رو هر داستانی زشتی رو چیزی نبوده چیزی واقعا نبوده. چرا بشیر چشم ببخشید میونه کلامتون من باید دخالت میکردم این لحظه رو عذر میخوام واقعا میشه آدم یه کلمه بگه در مورد این کارهایی که بر علیه خاندان پهلوی کردن در طول این 42 سال که بیشتر من نایه حکومت بود واقعا میتونه آدم لفظ کثافتکاری روش بذاره یعنی هر کار کثیف پست غیر اخلاقی آدم میتونه تصور بکنه که یه آدم میتونه ازش یه انسان یه فردی در قامت انسان ازش سر بزنه جمهوری اسلامی و دنباله‌هاش انجام دادن تو این 42 سال ببخشید دقیقا همینه یعنی هیچ گونه انصاف که هیچی اصلا فراتر از این واقعا ببینید هیچ تهمت و دروغی نبوده که به این افراد زده نشه چه جنسی
سیچه برحال هر در هر زمینه میخواد لسش شگفت آوره، در مورد چه مادرش آزاد رضا پهلوی، چه در مورد پدر بزرگش، چه در مورد پدر... خب اینا شما اصلا ببینید داستانی که صحبت میکردن که اصلا خب درست نیست اینجا بیان بشه، ولی خب تو تلویزیون جمهوری اسلامی میمد آقای فردوس بیان میکرد که رابطه پرون و محمد رضا شاه چطور بوده. خب برای چی؟ برای اینکه حالا کاری نداریم برای سبک زندگی، ولی خب این دروغی بود که داشت بیان میشد در مورد خود شعبان و فرح، چه صحبت های عجیب و غریب که صحبت نمیشد. الان هم خب در مورد بانو یاسمین ببینید اصلا ما میتونیم موافقه، هیچ ایرادی نداره، آدم میتونه مخالفه شاهزاده رضا پهلوی باشه، هر میکنه باید شبیه هم باشن، میتونه مخالفه جدی یاسمین پهلوی باشه، هیچ مشکلی نیست. ولی شما ببینید چقدر حملات جنسی، حملات چقدر دروغ، چقدر تهمت. خب اینا خب اینا درست نیستش. خب یه اشتباهی که اینا میکنن، یه 45 سال این حملات ادامه داره. آیا هنوز شاهزاده رضا پهلوی بعد از 45 سال حملات بیوقفه هنوز قداست داره؟ خب شگفت انگیزه اگر ایشون هنوز قداست داره با این چند تا کارتون دیگه، اون چند تا حملات دیگه که خب قداستش شکسته نمیشه. موضوع قداست نیست، موضوع این است که اینا هنوز خیال میکنن جمهوری حکومت پهلوی ظاهرا بر سر کارشون، میگن که ما میخوایم زد قدرت باشیم. بابا شاهزاده رضا پهلوی الان در قدرت نیست، ببینید نه تنها نه شاهزاده رضا پهلوی در قدرت، نه اپوزیسیون جمهوری اسلامی، هیچ کدوم از اعضای اپوزیسیون جمهوری اسلامی در قدرت. شما میخواید اگر قدرت رو نقد بکنید باید متحدن علیه جمهوری اسلامی بیاید عمل بکنید. حالا مشکل ایران شاهزاده رضا پهلویه، مشکل اقتصاد ایران، مشکل نبود آزادی اجتماعی، نبود آزادی سیاسی، یا حتی فراتر از این، اینا میگن که اگه شاهزاده رضا پهلوی هست برای همین باعث اتحاد اپوزیسیون نمیشه. آخه این حرف یعنی چی؟ شما خودتون برید اتحاد تشکیل بدید، یا مگر شاهزاده رضا پهلوی مخالفه که اتحادی تشکیل بشه؟ اتفاقا از هر اتحادی، هر گونه اتحادی میان تمام نیروهای سیاسی که بر اساس اون اصول باشه پشتیبانی کامل میکنن. من فکر میکنم مسائل شخصی خیلی مسئله مهمیه در این مخالفت ها. حالا این کلمه عقده پهلوی هم صحبت میشه، واقعا من نفهمم، شما مخالف پهلوی هستید هیچ ایرادی نداره بیاد نقد بکنید، ولی این همه حملات به نظر من شگفت انگیزه. شما اگر نگاه کنید ببینید چقدر کارتون علیه خامنه ای میسازن و چقدر کارتون علیه برحال شخص شاهزاده رضا پهلوی. حالا شاهزاده رضا پهلوی اتفاقا گفتم بزرگترین خطر برای جمهوری، بزرگ سرمایه ملی است برای مردم ایران. شما اگر ببینید وضعیت عراق رو یا سوریه رو یا لیبی رو، خب ببینید به چه گرفتاری هایی دچار شدن. من فکر می‌کنم شاهزاده رضا پهلوی سرمایه ملی است برای اینکه پس از جمهوری اسلامی ایران دوچار اون گرفتاری ها، این که کشورهایی مثل عراق و برحال نمیدونم افغانستان و لیبی شد نشه، و برای همین حمله رو ایشون که به نظر به باور من محبوب ترین شخصیت سیاسی اپوزیسیون در میان مردم ایرانه، مثلا محبوب ترین شخصیت سیاسی ایرانه، خب حمله به نفر محبوب ترین شخص اپوزیسیون هم به شکلی حمله به کل اپوزیسیون، حمله به دفاع، یعنی بازی کردن در زمین جمهوری اسلامی. امیدوارم دوستان این مسئله رو به هر حال متوجه بشن، هر نقدی دارن بیان محترمانه انجام بدن، ولی یک چیز رو فراموش نکنن، همه چیز برای ایران و برای اون ملت ایران، خودشون رو باید فراموش کنن، دنبال منافع شخصی نباشن، در پی این باشیم که ایران رو بتونیم نجات بدیم. اون همه کشته، اون همه جان باخته، ما هزاران پویا بختیاری دادیم، هزاران محمد مختاری، هزاران ندا سلطان، هزاران حدیث نجفی، هزاران مهسا دادیم، هزاران نیکا دادیم. خب اگر واقعا احساسه،
مسئولیتی نسبت به اینها و نسبت به ملت ایران داریم، باید منافع شخصی و گروهیمون رو در درجه آخر قرار بدیم و ببینیم اون کاری که میکنیم، اون حرفی که میزنیم به سود جمهوری اسلامی است یا نه، به سود ملت ایران هست یا نه. و اگر اینجور عمل بکنیم، اگر میکنم رفتار برحال خیلی از این افراد که یه همچین حملات رو انجام میدن، امیدوارم برحال متفاوت بشه، ولی اگر هم نشد در هر صورت نیروهایی که در پی برقراری برحال سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری یک حکومت دولت ملی هستند، وظیفه تاریخی دارند که متحد بشن و علی رغم تمام دشواری ها و گرفتاری هایی که وجود داره تمام تلاش خودشون رو برای رهایی ایران انجام بدن. بله آقای بشیر، تا سال آخر ما لزوما ربطی به این بحث این محتوا نداره و به دلیلی هم این سوال رو میپرسم، از آقای استاد بنایی هم پرسیدم، چون ما در دوران پیروزی، حالا یا میتونیم نامش رو انقلاب اسلامی سال 57 یا شورش 57 یا هر چیز دیگری بگذاریم، چون در همین دوران قرار داریم و چندان نگذشته از 22 بهمن 57، سوال آخر رو همونطور که از آقای بنایی هم پرسیدم میخوام همون سوال رو از شما بپرسم. خب قاعدتا محمد رضا شاه پهلوی در قامت یک پادشاه انتقاداتی بهش وارد هست، همونطوری که بسیار بسیار هم خودش هم پدرش، ایران وامدار این خانواده است و جدای اون انتقادات یا جدای از اون تعریف ها، سعید بشیرتاش در قامت یک فعال سیاسی، یک فرد وطن پرست، یک فرد ایران دوست، اگر محمد رضا شاه فقید رو میدید و میتونست باهاش صحبت بکنه، اولا آیا ازش تشکر میکرد یا انتقاد میکرد ازش که چرا ایران رو ول کرد رفت یا هر چیز دیگری، چه بهش میگفت و چه جمله‌ای رو در دل داشت که شاید بارها تصور کرده که اگر این فرصت به وجود میامد حتما بهش میگفت؟ دوست دارم این سوال آخر رو و این پرده آخر رو اینطور بازسازی کنید تو ذهنتون رو پاسخ بدید به ما. اول از همین که صحبت کردن از 45 سال پیش با تمام تجربی که ما داریم کار بسیار ساده‌ای هست، یعنی نباید آدم خودش رو دانای کل بدونه 45 سال بعد از اینکه همه چیز مشخص شده و بعد برگرده 45 سال پیش و بیاد به هر حال بگه آقا چرا این کار شد، چرا این کار نشد. ولی خب در هر صورت ما یه سری مسائل رو دیدیم بعد 45 سال و تجربه داریم. خب طبیعتاً اگر با این تجربه برگردیم و با شاه فقید صحبت بکنیم، خب گمون کنم خیلی میتونه جالب باشه واسه هر کسی که بخواد به این سوال. من اگر سوالهای سال فکر میکردم که محمد رضا شاه نمیبیست ایران رو ترک میکرد برای اینکه ایشون وظیفه حفظ برحال نظام مشروطه رو داشت و سوگند خورده بود و در صورت ایشون میبایستی محکم جلوی برحال این فتنه 57 انقلاب ارتجایی، حالا یا بهتر بودیم زد انقلاب، زد انقلاب مشروطه بود، میایستاد و هر بهایی هم که پرداخته میشد بسیار 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 کمتر از اون چیزی بود که ما پرداختیم. اما حدود شاید بگم به یک دهه هست شاید هم بیشتر، یک مسئله دیگری هست که به ذهنم رسیده و اونم نیست که ما چگونه میتوانیم از پادشاه یک کشور، پادشاه ایران انتظار داشته باشیم که زمانی که تصمیم گرفته که به صورت آزادی های سیاسی رو مردم ایران در بالاترین سطح داشته باشن در سطح برحال کشورهای حتی اروپای غربی، پیش به سوی یک برحال بخواد اصول
اون از سروسی مشروطه به طور کامل اجرا بشه و کشور بره به سوی یک دموکراسی که مردمش همون آزادی رو دارن، همون حقوقی رو دارن که کشوری پیشرفته مثل فرانسه و آلمان و انگلیس یا سوئد دارن. خب اگر مردم علیه پادشاه انقلاب برحال بلند میشن، تظاهرات میکنن، آیا ما میتونیم از پادشاه انتظار داشته باشیم که این مردم رو سرکوب بکنه؟ خب پادشاه در سال آخر به نظام اشتباهات برحال کمی نکرد در این زمین، شده قبلنشین های برحال بسیار بدی در این زمین کرد، خودشون هم بعدن در مکزیک مسئله رو گفت که شاید جدیتر میستاد. اما یک سخنی که بارها به سفیران کشور خارجی گفته بود و همینطور به افراد مختلف شخصیت سیاسی متفاوت این بود که یک پادشاه نمیتونه تاج و تخت خودش رو بر خون مردم استوار کنه. واقعیت این است که نمیشه از شخص پادشاه حتی 5 سال پس از این برحال برآمدن جمهوری اسلامی به صورت خاصی انتظار داشتیم که بیاد و دست به کشتار و خونریزی بزنه. جناب بشیرتاج از چه چیزش به صورت مشخص تشکر میکردید؟ از چه کاریشون؟ اصلاحات بسیار بزرگ در تاریخ معاصر ایران، بزرگ اجتماعی که در ایران صورت گرفت توسط رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه بود و این اصلاحات که بخش مهمیش رو میشه در همون انقلاب سالی شده بود دید، از جمله حقوق زنان مسئله بسیار مهم بود و رشد اقتصادی، و این هم رشد اقتصادی و این جایگاهی که ایران دوباره در سطح جهانی به دست آورده بود، همه اینها به هر حال مسائل بسیار بسیار مهمیه که تاریخ به نیکی خواهد نوشت. بله، سال آخرم نوستالژیک بود، من به بهانه بهمن و اسفند که برادر اسفند ما هستیم و بهمن گذشت از مهمانان میپرسم و خیلی ممنون از اینکه پاسخ دادید. خیلی ممنون آقای بشیرتاج از اینکه وقت رو در اختیار کلاب هاوس پارسی قرار دادید و امیدوارم که بتونیم در قسمت های بعدی به فراخور موضوعاتی که پیش میاد بازم در خدمتتون باشیم. منم از شما سپاسگزارم بابت این. خب دوستان خسته نباشید، به پایان این محتوا رسیدیم، امیدوارم که مورد رضایتتون واقع شده باشه. ما سعی میکنیم به فراخور موضوعاتی که پیش میاد در برحال سپهر سیاسی کشور از این به بعد مصاحبه های بیشتری با شخصیت های سیاسی داشته باشیم و البته هم از مستندها و تحلیل هایی که خودمون داریم غافل نخواهیم شد. در هر حال خیلی ممنون از اینکه همراهی کردید، دمتون گرم. از آقای بشیرتاش هم بابت وقتی که در اختیار ما قرار دادن مجدداً تشکر میکنیم. لطف کنید که لایک کنید، با لایک کردنتون از کانال خودتون حمایت بکنید. اون دوستانی هم که میخوان به کانال کمک مالی بکنن میدونن که با فشردن گزینه تنگس میتونن این کار رو انجام بدن. مثل همیشه پاینده ایران عزیزمون، بدرود.